کامند بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم کامند sudo هست که به شما اجازه میده یک کامندی رو به عنوان یک یوزر دیگه، حالا یوزر روت یا یوزرهای دیگه، بتونید اجراش بکنید. حالا sudo یکی از روش‌های رایجی هستش که شما میتونید از طریق اون به یک یوزری که نان پریویلیجد هست اجازه بدین که بخواد یک کار پریویلیجد رو انجام بده. خب مطلب بعدی که وجود داره اینه که شما برای اینکه یک یوزر بتونه sudo بکنه نیاز داره که شما اون رو به عنوان sudoer تعریفش بکنید. برای اینکه برای یوزر شما بتونید این اجازه رو بهش بدین که به عنوان یوزر روت یا یوزر دیگه ای sudo بکنه، باید توی فایل etc sudoers این مجوز رو بهش بدید که میتونید هم خودتون فایل etc sudoers رو با یه ادیتوری باز بکنید که این کار توصیه نمیشه چون ممکنه این فایل رو خراب بکنید و ممکنه تاثیر منفی برای سیستمتون داشته باشه، یا اینکه به واسطه یه کامند vsudo اون رو به عنوان یوزر روت اجرا بکنید و خود اون برای شما بیاد فایل sudoers رو ادیت بکنه و در نهایت سینتکسی که شما کانفیگ انجام دادین توی فایل sudoers رو بررسی میکنه و اگر از لحاظ سینتکسی اوکی باشه به شما اجازه این رو میده که تغییرتون رو نهایی بکنید. تنظیمی که شما عملا توی فایل etc sudoers انجام میدید اینه که شما به یک سری یوزر یا یوزرها یا یک سری گروه یا گروهها این مجوز رو میدین که بتونن بعضی از کامند ها یا همه کامند ها رو با پسورد یا بدون وارد کردن پسورد بتونن اجرا بکنن. خب میریم به سراغ سرورمون که این تنظیمات رو انجام بدیم. خب یک فایلی داریم توی /etc sudoers، یه فایل داریم به اسم sudoers که کانفیگ اصلی اونجاست و sudoers.d که یه دایرکتوریه که ما میتونیم فایل کانفیگ مرتبط با هر یوزر رو مثلا توی اون بنویسیم و توی اون شاخه .d بذاریم که خود برنامه sudoers از محتویات sudoers.d رو هم اینکلود بکنه با فایل اصلی sudoers و بعد در نهایت اون کانفیگ رو اعمال بکنه. یه نگاهی به فایل sudoers میندازیم. این فایل sudoers هست که ما اینجا میتونیم یه سری alias تعریف بکنیم. مثلا میگیم host alias فایل سرورامون سرور مثلا fs1 و fs2 هن. یا مثلا سرورای میلمون smtp و smtp2 هن. یا مثلا user alias تعریف بکنیم، میگیم که مثلا ادمین های ما jsmith و mikem هستن. یا مثلا alias کامند ها، مثلا میگیم، البته دقت داشته باشین همه اینایی که الان دارم صحبت میکنم همشون کامنت هن و اعمال نشدن. مثلا گروه کامند های نتورکینگمون، مثلا گروه کامند های نتورکینگمون راوت رو میتونن اجرا بکنن، if config میتونن بزنن، ping میتونن بکنن، dh client رو میتونن ران بکنن، کامند net، کامند ip tables، rfcom، wvdl و چیزهای مختلف دیگه. یا مثلا گروه کامند های سافتفر میتونم مثلا rpm، yum، چه میدونم up to date، چیزهای مختلف. یا مثلا گروه کامند های سرویس استوریج، یا مثلا پرمیشن ها، کامند های مربوط با پروسس ها یا مربوط به درایور های کرنل، چیزهای مختلف رو میتونن اعمال بکنن. یا مثلا بعد از اینکه یوزر sudo میکنه یک سری environmental variable ها رو ما نگهشون داریم یا یه سریشون رو پاک بکنیم یا چیزایی اضافه بکنیم، چیزایی این شکلی. کلیت اینه که ما کامند های sudoer رو، کانفیگ sudoer رو به این صورت می‌نویسیم که میگیم کدوم یوزر روی چه ماشینی چه کامند هایی حق داره اجرا بکنه. الان برای مثال توی این سطر گفته شده یوزر روت میتونه روی همه ماشین ها به عنوان هر یوزری هر کامندی رو اجرا بکنه. یا مثلا
آدم هایی که عضو گروه سیستم هستن بتونن روی هر ماشینی گروه کامنده نتورکینگ، سافتویر، سرویسز، استوریج، دلگیتینگ، پروسس، لوکیت و درایورز رو بتونن اجرا بکنن، که اینجا بالا هم البته توضیح داده. یا همینطور مثلا اون چیزایی که با پرسن شروع میشه یعنی گروه. مثلا این وقتی پرسن ویل می نویسن معنیش اینه که هر یوزری که عضو گروه ویل هست میتونه روی هر ماشینی به عنوان هر یوزری هر کامندی رو اجرا بکنه. این تیکه پایین ترش میگه که same thing without a password، یعنی آدمه بازم یوزرهایی که عضو گروه ویل هستن روی هر ماشینی به عنوان هر یوزری بدون اینکه پسورد وارد کنن هر کامندی رو بتونن اجرا بکنن. و یا مثال های این شکلی دیگه، مثلا هر کسی که عضو گروه یوزرز هست روی هر ماشینی بتونه کامند مانت سیدی رام بکنه، سیدی رام رو بتونه مانت کنه یا سیدی رام رو از مانت خارج بکنه. و یا مثلا یوزرهایی که عضو یوزر هستن فقط روی ماشین لوکال بتونن کامند شاددان دش اچ دش فاصل ناو رو اجرا بکنن. و پایین ترش هم گفته شده که کل محتویاتی که توی شاخه ETC sudoers.d هست اینکلود بشه به برنامه به کانفیگ فایل sudoers. پس این کانفیگ هایی که اینجا وجود داره، الان من میخوام دیدیم که توی شاخه ETC sudoers من حالا برای اینکه میخوام ادیت بکنم با کامند vsudo وارد میشم. vsudo به صورت پیش‌فرض etc/sudoers رو باز میکنه. اگر میخواهید توی etc/sudoers.d یه کانفیگی بسازید میتونید با کامند vsudo در آپشن -f اون پارامتر رو وارد بکنید که نهایتش براتون سینتکس چک رو هم انجام بده. الان همینطور که میبینید یوزر ویل یوزریه که میتونه روی هر ماشینی به عنوان هر یوزری هر کامند رو اجرا کنه، هر کسی که عضو یوزر ویله. پس من میام برای مثال یوزر حمید رو نگاه میکنم، اول عضو چه گروه هاییه میبینم فقط عضو گروه حمیده، میام حمید رو عضو گروه ویل میکنم که بتونه سودو کنه، میگم یوزر مود ایجی ویل حمید. الان اگه بگم گروپس حمید میبینم که حمید عضو گروه ویل هم هست. حالا من اسیو میکنم به اسم حمید و اینجا حمید میخواد بیاد توی شاخه temp مثلا به اسم یوزر آرش یه فایل بسازه، مثلا میگم sudo -u آرش touch آرش test. میگه یوزر حمید پسوردش رو وارد کنه، من پسورد حمید رو وارد میکنم و یه فایل ساخته میشه. الان اگر نگاه بکنید میبینید فایل آرش test با اینکه تحت قالب یوزر حمید اجرا شد ولی چون سودو کرد و خواست کامندش رو به اسم آرش اجرا بکنه فایل آرش تست ساخته شد با یوزر اونر و گروپ اونر آرش. یعنی عملا کامند تاچ آرش تست با سطح دسترسی آرش اجرا شد. یا فرضاً یوزر حمید اگه بخواد دیمن فرضاً SSHD رو ریستارت بکنه نمیتونه این کار رو بکنه، این مجوز رو نداره. میبینید که میگه که این مجوز رو نداری، میگه پسورد رو وارد کن، پسورد هم وارد بکنه بازم میگه که شما نمیتونی این کار رو بکنی. خب توی مثال قبل حمید به خاطر این میتونه دیمن SSHD رو ریستارت بکنه به خاطر اینکه خود کامند سیستم موقعی که شما ریستارت میکنین اونجا یه بار پسورد رو با شما کانفرم میکنه و ببینه اگر شما دسترسی ویل رو دارین خودش به جای شما سودو رو تو بکگراند اجرا میکنه و میذاره این کار انجام بشه. یه موقع هم دوست داریم که یوزری که داریم تعریف میکنیم میخواد سودو بکنه دیگه هر بار ازش پسورد رو سوال نکنه، چون عملاً آدم لاگین شده و پسورد رو میدونه و دوباره کانفرم کردن پسورد ممکنه که یه مقدار اذیت کننده بشه. برای این کار میتونیم
بیایم برای یوزر توی فایل sudoers یه رولی تعریف بکنیم که بگیم که این آدم میتونه بیاد بدون پسورد این کار رو انجام بده. برای این کار من یوزری که الان عضو گروه ویل کردم رو از گروه ویل خارج میکنم. الان من اگه گروپ سه حمید رو ببینیم این عضو گروه ویل هم هست، یوزر مود میکنم دش جی میگم که فقط عضو گروه حمید باشه برای یوزر حمید، و الان دیگه حمید عملا اجازه سودو کردن رو نداره. میام توی فایل وی سودو، از طرف کامند وی سودو میام توی شاخه سودورز دادی یه فایلی درست میکنم به اسم حمید و کانفیگ مرتبط با حمید رو توی این فایل اضافه میکنم که اگر بعدا خواستم رول هایی رو که براش تعریف کردم بردارم، فقط به راحتی پاک کردن یه فایل این رول ها برداشته بشه. میگم روی تمامی ماشین ها به عنوان هر یوزری بتونه بدون وارد کردن پسورد هر کامندی رو اجرا کنه. حالا من اسیوم کنم به عنوان حمید لاگین میشم و حمید اینجا میتونه حالا بیاد سودو بکنه مثلا سیستم CTL ریستارت مثلا SSHD بدون وارد کردن پسورد دیمن SSHD رو ریستارت کنید، یا حمید میاد کامند sudo dash i میزنه که از کامند sudo بخواد که بهش یک شل اینتراکتیو رو بده. الان من sudo dash i بکنم بدون که پسورد وارد کنم، sudo به من یه بشی میده که به عنوان یوزر روت پریویلیج شده و میتونه دیگه از این بعد هر کاری رو بدون وارد کردن کلمه sudo اون رو تحت قالب یوزر روت اجرا بکنه. یا یه موقع هم هست من نیاز دارم که بخوام به یه یوزر دسترسی محدودی رو بدم، میام میگم که وی sudo، بعد مثلا میخوام که یه یوزری صرفا بتونه مثلا فقط بتونه پکیج نصب بکنه. من میام CMND alias software رو فعال میکنم، بعد میگم که وی sudo dash f etc sudoers dot d حمید، به جای all میگم فقط بتونه مجموع کامند های software رو اجرا کنه. software رو که اینجا دادیم بهش، خب باید کار کنم. حالا من میام SU میکنم به حساب همین، بعد میام میگم sudo مثلا ببینیم چه پکیجی رو نداریم، مثلا nload رو مثلا ندارم، میام میگم sudo yum install nload مثلا. پکیج انلود رو پیدا نکرد. خب مثلا میام پکیج ایپل ریلیز رو اول نصب میکنم که بعدش بتونم انلود رو نصب کنم. خب در صورت الان ببینیم که یوزر حمید داره میتونه پکیج نصب کنه، در حالی که در حالت عادی هیچ یوزری نمیتونه پکیج نصب کنه. یام اینستال انلود
این صورت میبینیم که من میتونم پکیجم رو نصب بکنم. بحث سودو همینجا به پایان رسید که همینجا ویدیو رو به پایان رسونیم.